بیستمین سالگرد حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا روز گذشته برگزار شد و 4 رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در بخش‌های گوناگون این مراسم شرکت کردند. هوشمند میرفخری و جزئیات بیشتر در این باره. محل سابق برج‌های تجارت جهانی در منهتن نیویورک معروف به گراند زیرو در مرکز این مراسم قرار داشت و پرزیدنت جو بایدن به همراه باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهوری پیشین در این مراسم شرکت کرد. برخورد عمدی دو جت مسافربری ربوده شده در 20 سال پیش به آتش سوزی عظیم و سرنگونی دو برج تجارت جهانی منجر شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز جداگانه با شماری از آتش نشانان و ماموران پلیس نیویورک دیدار کرد. Of the 2,977 people. به خانواده 2,997 نفری که اتباع بیش از 90 کشور بودند و در روز 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک، آرلینگتون ویرجینیا و شانکسویل در پنسیلوانیا کشته شدند، از صمیم قلب تسلیت میگویم و از تلاش آتش نشانان و آنهایی که در خط اول کمک به مجروحان این حادثه بودند، صمیمانه قدردانی میکنم. جورج بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا به همراه کاملا هریس معاون رئیس جمهوری فعلی در مراسم جداگانه‌ای در شانکسویل در پنسیلوانیا شرکت کرد. شانکسویل در غرب پنسیلوانیا محل برخورد چهارمین هواپیمای ربوده شده در 11 سپتامبر بود که پیشتر به سمت جنوب غربی و شهر واشنگتن تغییر مسیر داده بود، اما خدمه و مسافران که از سرنوشت 3 هواپیمای ربوده شده دیگر آگاه شده بودند پیش از برخورد آن به زمین تلاش کردند کنترل هواپیما را به دست آورند. به همراه اعضای خانواده و دوستان 44 مسافر و خدمه از جان گذشته هواپیمایی که در این محل کشته شدند، خاطره تقریباً 3000 نفری را که در 11 سپتامبر هدف حمله تروریستی قرار گرفتند، گرامی می‌دارم. آقای بوش که 20 سال پیش رئیس جمهوری آمریکا بود، طی سخنانی نسبت به گسترش تندروی سیاسی در آمریکا هشدار داد. And we have seen growing evidence. شواهد و علائم فزاینده نشان می‌دهد که خطر به این کشورها تنها حالت فرامرزی ندارد، بلکه تمایلات و خشونت‌آمیز داخلی هم خطر بزرگی برای آمریکا است. خشونت خارجی و داخلی خیلی به هم شبیه نیستند، اما در نفرت از دموکراسی و به اهمیت دانستن جان انسان‌ها و نمادهای ملی مشترکند. سومین هواپیمای ربوده شده در 11 سپتامبر با پنتاگون در شهر واشنگتن برخورد کرد و پرزیدنت بایدن و جیل بانوی اولین کشور در مراسم یاد بود در این محل نیز شرکت کردند. در همین حال برخی از ناظران از عملیات خارج کردن اتباع خارجی و افغانهای در معرض خطر از افغانستان انتقاد کردند، اما پرزیدنت بایدن طی سخنان کوتاهی از عملکرد نیروهای آمریکا و تصمیمات کاخ سفید در این خصوص دفاع کرد.